جناب توکلی، همونطوری که فرمودید امروز 30 ژوئن هست و روزی است که بایستی ظاهرا این کشورهای 5 به اضافه 1 و به خصوص آقای اوباما با رژیم جنایتکار اشغالگر که کشور ما رو در اختیار خودش گرفته میخواستند به یک توافقنامه ای برسند در مورد امور هسته ای که البته ظاهرا طبق گزارشی که یا گزارشاتی که اومده این هستش که اینها میخواهند به مدت 1 هفته دیگه این مذاکرات رو تمدید بکنن و در واقع در 7 جولای ظاهرا برسن به نتایجی، به خاطر اینکه این رژیم جنایتکار عنوان کرده بود که ما اجازه نمیدیم که از تاسیسات هسته‌ای و به خصوص تاسیسات نظامی رژیم بازرسی صورت بگیره و حتی هیچ بازرسی رو ما اجازه نمیدیم و اگر چنانچه قرار باشه بازرسی صورت بگیره باید از پیش به ما خبر داده بشه تا ما آمادگی خودمون رو اعلام بکنیم که هیئت بازرس بتونن بیان و از این تاسیسات دیدن کنن. همونطوری که من در گذشتم براتون گفتم مسئله در این هستش که در اینجا این رژیم از موقعیتی داره سوء استفاده میکنه که میخواهد برای خودش در واقع ایجاد رابطه بکنه با کشورهای خارج و بتونه اموال ملت ایران رو راحتتر به حراج بگذاره و پولها رو بریزه به جیب خودش و از این طرف هم آقای اوباما در پی این هستن که به یک صورتی برای خودشون یک به قول معروف موقعیتی رو به وجود بیارن که در این موقعیت بخواهند بگوین که بله ببینید همونطوری که ریچارد نیکسون رفت با چین به توافق رسید و ایجاد رابطه کردیم، من هم به جای اون امروز با کوبا رابطه برقرار کردم و از سوی دیگر میخواهم با این رژیم جنایتکار اشغالگر ایران ایجاد ارتباط بکنم، که البته این رژیم جنایتکار اشغالگر ایران از نقطه نظر تمام ایرانیان به این گونه مشخص میشه و از اون طرف این رژیم و کشورهایی که دولتهایی مثل دولتهای آقای اوباما در پی این هستن که براشون فرقی نمیکنه که چه کسانی در کجا در مستند قدرت قرار گرفتن، هر چقدر راحت‌تر بتونن از اونها استفاده بکنن برای دسترسی و دستیابی به منابع معدنی و منابع ثروت ملی اون کشورها، اینها از خداشونه که به هر صورت از این رژیم‌های جنایتکار پشتیبانی بکنن. به هر صورت این مسئله است که ما بایستی ببینیم که بالاخره به کجا خواهیم رسید، در حالی که در تلویزیون‌های آمریکایی، در رسانه‌های آمریکایی ما شاهد آگهی‌های بسیار در مورد بد بودن این مثلا معامله‌ای که آقای اوباما می‌خواد با این جنایتکاران انجام بده، همچنان تبلیغات بسیاری میشه، مردم آمریکا رو در این مورد در جریان میگذارن که این معاملات به طور کلی خطرناک خواهد بود و در صحبت هایی که میشه حتی میگوین که این معاملات در واقع به منتهی خواهد شد به اولا دستیابی این رژیم جنایتکار به سلاح‌های کشتار دست جمعی و از طرف دیگه این کارها موجب شده تا در منطقه یک مسابقه تسلیحاتی اتمی یا هسته‌ای صورت بگیره و از یک سو عربستان سعودی، امارات، ترکیه و مصر اینها در پی این هستن که خودشون رو مسلح بکنن به سلاح‌های اتمی، به خاطر اینکه این رژیم دستیابی به سلاح اتمی رو در واقع به عنوان یک موضوع ملی بهش نگاه نمی کنه، بلکه دستیابی به سلاح اتمی رو برای ایجاد وحشت و اینکه حتی قابلیت استفاده از اونها رو در سطوح مختلف
و همچنین برای اینکه ملت ایران رو مرعوب بکنه و همچنین برای اینکه بتواند با دنیای غرب وارد معاملات بیشتری بشه، کما اینکه ما شاهدش هستیم در صحبتهایی که تحلیلگران نظامی و سیاسی در جهان انجام دادن و صحبت میکنن، این که میگوین که سلاح اتمی برای این گونه رژیم هایی که رژیم های واقعا متزلزلی هستند، مثل و رژیم هایی هستند که مقابل مردم اون کشورهایی که اینها در مسند قدرت قرار دارن قرار گرفتن، مثل کره شمالی یا مثل همین رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی، شاهد این هستیم که همچنان که لیبی صاحب سلاح‌های اتمی بود و تأسیسات هسته‌ای داشت، دیدیم تا زمانی که اون صاحب این تأسیسات بود دنیای غرب آنگونه که باید و شاید حمله نمی‌کرد به لیبی و سعی می‌کرد که با لیبی و معمر قذافی به صورتی کنار بیاد، ولی پس از اینکه معمر قذافی حاضر شد که اون تأسیسات هسته‌ای خودش رو واگذار بکنه به دنیای غرب، دیدیم که به یک مرتبه آمریکا و اروپا و از جمله فرانسه و نمیدونم ایتالیا اینا حمله کردن به لیبی، معمر قذافی رو در واقع انداختن و بعدم اونجا رو در واقع ایجاد خلایی کردن که این خلا توسط القاعده و نیروهای تروریست اسلامی پر شد و شاهد این هستیم که چگونه چه فجایع و جنایاتی در اون کشور داره صورت میگیره، چگونه مسیحیان رو اینها سر میبرند و چگونه به قتل میرسونن و چه جنایات واقعا اصلا هر کی ذره به اخبار دنیا توجه داشته باشه متوجه میشه که چه اتفاقات شومی داره در کشور لیبی به عنوان مثال داره صورت میگیره. زمانی که آمریکا میخواست حمله بکنه به عراق و صدام حسین، صدام حسین در واقع با ایجاد یک سری شایعاتی که آقا من صاحب نمیدونم سلاح هسته‌ای هستم و امثال اینها، میخواست که به یک صورتی این خطر حمله به عراق رو از بین ببره، ولی که خب آمریکایی‌ها و دنیای غرب و عرب همه دست به یکی شدن که آقا صدام حسین رو بندازیم و اینا رفتن صدام حسین رو انداختن و باز دوباره در عراق اینها ایجاد خلایی رو کردن که این خلا توسط رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی تا حد بسیاری پر شد و عوامل این رژیم در اون کشور به قدرت رسیدن، کما اینکه دولتی که به قول معروف دیروز بر سر کار بود توسط نوری المالکی از نوکران و سرسپردگان این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی ایران بود و امروز هم این آقای عبادی که در واقع نخست وزیر یا بله دیگه نخست وزیر عراق هست و در واقع همه کاره این دولت پوشالی که در بغداد هست داره کار میکنه، اون هم باز یک مسلمان شیعه سرسپرده رژیم اشغالگر اسلامی در کشور ما هست و ما میبینیم که چگونه عراقی که تا حدی برای خودش از یک ثبات نسبی برخوردار بود در هم ریخته شد و تبدیل شده به جولانگاه تروریست‌ها و آدمکش‌ها، همونطوری که ما شاهدش هستیم در سوریه این اتفاق افتاد و با اینکه خب بشار اسد پسر حافظ اسد در اونجا به قدرت رسید و در اونجا به عنوان رئیس جمهور سوریه ظاهراً برگزیده شد، ولی میبینیم که با اتفاقاتی که افتاد امروز محل جولانگاه اسلامیست ها و از یک سو نمیدونم عوامل رژیم اشغالگر اسلامی ایران و از یک سو عوامل مسلمان یا داعشی هایی هستش که مشغول همچنان از میان بردن تمام انسانیت و آبادانی در آن نقطه از خاورمیانه هستند.
از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که باز نفوذ این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی در یمن، در بحرین و در بسیاری از نقاط دیگر در آفریقا از جمله سودان و سومالی که ما میبینیم که در سودان چه جنایاتی رو مرتکب میشه و در اونجا کارخونه های اسلحه سازی درست کرده و به طور کلی در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی مشغول فعالیت هستش و به هر صورت دنیا رو داره به طرف ورطه نابودی و ورطه یک اغتشاش و یک آشوبی داره پیش میبره که واقعا به قول معروف خدا رحم کنه به تمام ابنای بشریت. امروز آقای اوباما امروز صبح در ملاقاتی داشتن و یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم اگر اشتباه نکنم روسف، فکر کنم آلدین روسف یا چیزی در جمهور کشور برزیل که ایشون هم یکی از در گذشته از چریک های مارکسیستی بودن که حالا به مقام ریاست جمهوری رسیدن و همچنان در پی این هستن که به یک صورتی مارکسیست رو در برزیل پیاده بکنن. آقای اوباما هم با ایشون امروز ملاقات داشتن و بعد هم در مورد مسائل هسته‌ای که در مورد ایران از آقای اوباما پرسش شد که ایشون در اون مورد باز هم صحبت‌های همیشگی رو کردن که بله آقا ما بالاخره می‌خوایم به توافق برسیم، اونها حاضرن که به اصطلاح محدود بکنن، البته اینا همش فقط یک جنبه تبلیغاتی داره. و هم آقای اوباما حتی خیلی جالب هستش که چند روز پیش بعضی از کسانی که برای دولت آقای اوباما هم حتی کار میکنن اعلام کردن که آقا این موافقت نامه با این رژیم اشغالگر ایران به طور کلی موافقت نامه خطرناکی است و موجب بسیاری از مشکلات خواهد شد. گذشته از مسابقات تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه موجب یک ناآرامی و یک ناامنی و یک بی‌ثباتی در منطقه صورت خواهد گرفت و ما می‌دونیم که اگرچه منطقه اگرچه امروز هم تا حد بسیاری منطقه در یک موقعیت بحرانی قرار گرفته، بدون شک وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. در خبرها آمده، نمیدونم، در البته روز دوشنبه دادستان کل مصر ترور شد و این دادستان کل همون کسی هستش که قرار اعدام محمد مرسی و بسیاری از سران اخوان مسلمین رو اعلام کرده بود و تایید شده بود و امروز در واقع تشییع جنازه این آقای به اصطلاح دادستان کل مصر در مصر صورت گرفت و در اونجا عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر یا جنرال عبدالفتاح السیسی سخنرانی کرد و اعلام کرد که آقای دادستان کل مصر در واقع جان خودش رو به خاطر حفظ امنیت مصر و حفظ آزادی مصر از دست داد و جانش رو فدای کشورش کرد و ما هم همه آماده هستیم تا جان خودمون رو فدای کشورمون بکنیم و از این گونه اعمال تروریستی نه هراسی داریم نه ناراحتی داریم و بدون درنگ ما تمام کارها را انجام خواهیم داد تا دشمنان مصر را از بین ببریم. و بعد هم به ایشون عنوان کردن که تمام این احکام اعدامی رو که توسط دادستان کل مصر صادر شده بود همه رو بیدرنگ به اجرا خواهند گذاشت که در واقع محمد مرسی و سران اخوان مسلمین احتمالاً فکر میکنم تا چندی دیگر شاید چند روز آینده به احتمال زیاد
اعدام خواهند شد و این پیامی است برای ما ملت ایران. من دیروز داشتم اتفاقا به این مسئله فکر میکردم که من اگر چنانچه به شما هممیهنانم که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید بگویم که من البته هیچ پاسخی در این مورد نخواهم داد، بلکه فقط از شما این پرسش رو دارم که وقتی که شما در مورد سیاهان آمریکایی یا به قول اینها آفریقایی های آمریکایی ازتون پرسش میشه یا خبری در مورد اونها شما میشنوید، اولین فکری که به مخیله شما به مغز شما میرسه چیست؟ چگونه در مورد اونها فکر میکنید؟ یا اینکه در مورد مکزیکی هایی که در آمریکا هستند یا اونهایی که به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شدن، شما موقعی که بگوین که مکزیکی ها یا به قول اینهایی که در آمریکا هستن بگن گنگ، شما چه تصوری در فکرتون میاد و فکر میکنید؟ بدون شک اون فکری که در مغز شما میاد یک فکر بسیار چگونه بگویم زیبا و یا آرامش بخشی نخواهد بود. چرا؟ از خودتون پرسیدین که چرا شما، من و شمایی که در زمانی که در داخل کشورمون بودیم برای ما رنگ پوست هیچ فرقی نمی کرد، هیچ تأثیری نداشت. کاپیتان تیم ملی ایران آقای مصطفی عرب یا در اون زمان سرگرد مصطفی عرب بود که از بچه های آبادانی بود و پوستی تیره رنگ داشتند و باعث افتخار تمام ایرانیان بودند. هیچگاه ما فکر نمی کردیم که اوه آقای عرب مثلا پوستش تیره است یا پوستش روشنه. یا بسیاری دیگری از هممیهنان ما که زاده نواحی جنوبی ایران بودند برای ما هیچ تفاوتی نداشت که رنگ پوست اونها چه رنگی بود. و موقعی که در اون زمان در زمان شاهنشاه فقید ایران ما میشنیدیم که آقا در آمریکا نمیدونم تبعیض نژادی هست، نمیدونم تفاوت بین سیاه ها و سفید ها هست، ما گفتیم ای عجب آدم های احمقی هستن اینها، مگه میشه آخه؟ چه فرقی میکنه که چه انسان صاحب چه رنگ پوستی باشه؟ زمانی که من اومدم با آمریکا و مشاهده کردم به سیاهان آمریکایی رو و رفتار سیاهان آمریکایی رو و در واقع طرز فکر و طرز برخورد و برداشت سیاهان آمریکایی رو، یواش یواش یک احساس به خصوصی به من دست داد که به قول معروف شما اگر شب توی مثلا یک خیابانی دارید تنها راه میرید و دو تا سیاه پوست رو میبینید، بلادرنگ سعی میکنید که راه خودتون رو عوض بکنید، از این سوی خیابون برید اون سوی خیابون و به هر صورت از کنار اینها رد نشید. واقعا مسئله جالبیه، مسئله عجیبیه. و در این حال زمانی که شما در همون خیابون دو تا سفید پوست دارن از مقابلتون میان، شما هیچ توجهی نمیکنید، خب میرید از کنار اینها رد میشین، احتمالا باشون سلام علیکم میکنید. آیا واقعا این مسئله به خاطر رنگ پوسته یا به خاطر اینکه اون رنگ پوست نشان دهنده و نمایانگر یک طرز فکر به خصوصی است؟ در آمریکا این صحبت هست که آقا اختلافات نژادی، بله اختلافات نژادی در واقع موقعی که شما نگاه میکنید میبینید که در مناطق سیاه پوست نشین تعداد سیاهانی که به دست سیاهان دیگر به قتل میرسن به مراتب، حالا قابل مقایسه نیست در مقابل مناطق سفید پوستی که تعداد سفید پوستایی که به دست سفید پوستا به قتل برسن. پس یک مشکل طرز فکر هست، اولا یکی از مشکلاتی که وجود داره که البته این مسئله رو من از همکنون روشن بکنم براتون که من منظورم از این صحبت ها نتیجه گیری در مورد طرز فکر خود ما ملت ایران هستش که بگویم مشکل ما
شاید چه مشکلاتی هستش که این مشکلات رو باید ما مورد توجه خودمون قرار بدیم. در مورد سیاه همطوری که گفتم، مسئله دید اینها یا به قول آمریکایی‌ها میگن اتیتود اینها اینطور هستش که اینها در پی این هستن که اولا همزمانی که سیاهان آفریقایی رو به عنوان برده به آمریکا آوردن، در همون زمان چینی‌ها رو هم به آمریکا آوردن و اینها رو گذاشتن در خطوط، برای ساختن خطوط راهن چینی‌ها کار می‌کردن و امروز پس از گذشت 200 چند سال از خدمت این آمریکا و شاید پیش از اون زمان بردهداری و امثال اینها، ما شاهد این هستیم که در تمام کشور، در تمام نقاط آمریکا، شما موقعی که از مناطق سیاه‌پوست نشین صحبت می‌کنی بهش میگن گتو یا مناطق به اصطلاح فقیرنشینه. و اولا شما اگر جون خودتون گذاشتین میتونین جرأت کنین که پاتونو بذارین توی این مناطق، برای اینکه در این مناطق بدون شک اگر بتونید جون سالم به در ببرید، ولی سالم از این مناطق بیرون نمیاید، چون طرز رفتار اینها، طرز فکرها، به محض اینکه یک سفید پوست رو میبینن آنن هزار فکر میاد به سرشون و هزار کار میخوان انجام بدن. از اون طرف مناطق چینی نشین در تمام شهرهای آمریکا به وجود آمده به نام چاینا تاون، و در این شهرهای چینی نشین بزرگترین مناطقی است برای جلب توریست ها، غذاهای به اصطلاح مخصوص چینی که شما رستوران های چینی رو در تمام مناطق آمریکا میتونید پیدا بکنید و بسیار بسیار اینها مورد توجه مردم، نه تنها توریست بلکه مردم آمریکا هم هستن، و اصلا به قول اینها چاینیز فود یا غذای چینی شده یکی از غذاهای رسمی آمریکا. تفاوت در چی هستش که چرا در یک منطقه که سیاهان آمریکایی زندگی میکنن شما جرئت نمیکنین پاتونو بذارین، در یک طرف که چینی ها زندگی میکنن شما با عشق و علاقه میرین اونجا خرید میکنید، گردش میکنید، غذای اونها رو میخورید و تمام اینها، اینها هر دوشون به صورت برده نخست به کشور آمریکا آورده شده. پس برمیگردیم به دید این آدم ها، یکی دید سیاهان آمریکایی که دیدی است بسیار خشن، بسیار از نقطه نظر اجتماعی خیلی، شاید به آدم اگه بخواد بگی بی ادب شاید خیلی کم گفته باشه، ولی به هر صورت خیلی وحشیانه است. از اون طرف چینی‌های آمریکایی بسیار دوستانه، بسیار آدم‌های مؤدب، آدم‌های خوب، و بعد هم می‌بینیم که تکنولوژی آمریکا، در واقع شما در اینجا مثلا نزدیکای ما یک شهری است به نام سیتی آف اندستری یا شهر صنعتی، که در این شهر صنعتی بسیاری از مراکز واردات یا مراکز مونتاژ یا مراکز ساخت و تعمیرات کامپیوتری و دیگر وسایل تکنولوژی است که تمام اینا رو چینی‌ها دارن اداره می‌کنن. و موقعی که ما چینی‌ها رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه‌شون با سر و وضع آراسته، بسیار مرتب، بسیار مؤدب، بسیار دوست داشتنی دارن کارها رو می‌کنن. از اون طرف ما سیاهی آمریکایی می‌بینیم که بیشترشون کسانی که در امور نمی‌دونم قاچاق مواد مخدر یا قتل و جنایت و دزدی هستن یا سیاه‌پوستن یا این مکزیکی‌ها هستن که به صورت گنگ و این چیزها دارن کار می‌کنن. پس نگاه کنید، انسانها رو رنگ پوستشون مشخص نمیکنه، بلکه طرز رفتارشون و طرز دیدشون مشخص میکنه. حالا برمیگردیم به خود ما، ملت ایران. موقعی که ما از خودمون صحبت میکنیم، موقعی که میگیم مردم ایران، شما چه طرز فکری یا چه تصوری براتون به وجود میاد از ما ملت؟ آیا ما ملتی هستیم؟ آیا موقعی که از ملت ایران صحبت میشه، آیا شما از شجاعت و نمیدونم بیباکی و از نمیدونم پایبندی به اصول شما به نظرتون میاد؟ یا اینکه ملت ایران رو به صورت مشتی آخوند
یا به صورت مشتی ریشوی کثیف یا مقنعه به سر بسته خانوم ها و موجوداتی که در حال نمیدونم دروغ گفتن و دزدی کردن و دیگر کارهای نابجا هستند. ما ملت ایران خودمون رو آدم های خوبی میبینیم، آدم های زرنگی میشناسیم و بعد هم دائم صحبت از این میکنیم که جناب پروفسور انصاری خدا رحمتشون کنه روحشون شاد باشه داشتن صحبت میکردن، میگفتن از هویت ملی که ما صحبت میکنیم و اینکه امثال نمیدونم لاریجانی میاد میگه که مردم ایران تا زمانی که اسلام نیامده بود مردم وحشی بودن. مردم وحشی، بله ما مردم وحشی بودیم که کوروش بزرگ اولین اعلامیه حقوق بشر رو به ابنای بشر، به جهان، به بشریت اهدا کرد، آزادی و آزادگی رو به جهان ارمغان آورد. نام ایران یعنی آزادگان، آریان یعنی آزادگان، ایران شهر یا ایران شطر یعنی شهر آزادگان، سرزمین آزادگان. بله ما برای همین هم هستش که امروز ما به گذشته درخشان خودمون، به گذشته پیش از اسلام به خصوص نگاه میکنیم و پیش خودمون گاهی اوقات افسوس میخوریم. چطور شد که ما از اون حالت امروز به جایی رسیدیم که خودمون رو بذاریم کنار، به جهانیان نگاه کنیم که جهانیان به ما چگونه نگاه میکنند؟ جهانیان وقتی که از ایران نام برده میشه یا به قول اینها آیران، موقعی که به مردم ایران نگاه میکنن میگن که a terrorist nation، یعنی یک ملت تروریست، یعنی یک ملت وحشی، یک ملتی که ایجاد ترس و وحشت میکنه. چرا؟ چون که رژیمی که در کشور ما هست امروز پرچمدار هویت ما ملت بدبخت ایران شده، ملتی که صاحب گذشتگان بسیار پر افتخار و گذشته پر شکوه بوده. ولی امروز ما چه کسانی هستیم؟ به خودمون نگاه کنیم، این پرسش رو باید از خودمون بکنیم. من و شمای ایرانی، هر کسی که صدای من رو میشنوه، کاری به دیگران نداشته باشی که همه ملت ایران چگونه هستن، خود شما، خود من، ما که هستیم، ما چگونه فکر میکنیم، ما در پی چه هستیم؟ آیا ما آدمهایی بسیار شجاع هستیم یا آدمهای ترسویی هستیم؟ آدمهایی هستیم که در مقابل زورگو با کمال قدرت میستیم و از حق خودمون دفاع میکنیم، و یا اینکه آدمهایی هستیم که اگر یه آدمی رو که صاحب قدرت هست میبینیم برامون فرق نمیکنه که چگونه میاندیشه، مهم این هستش که ما چجوری میتونیم خودمون رو در دل اون جا بکنیم و یا در زیر دامن اون قرار بگیریم. امروز پادشاه ایران بر مسند قدرت هست، همه میریم جاوید شاه میگوییم، فردا یک آخوند کثیف جنایتکار بر مسند قدرت هست و همه ما میریم یک داغ نمیدونم مهر بر پیشانی خودمون میزنیم و ریش میگذاریم و میریم به پابوس نمیدونم اون آخوند. واقعا این طرز رفتار ما نشانگر و نمایانگر چگونه افرادی هستش؟ آیا ما واقعا میتونیم به خودمون بگوییم که ما انسانهای پایبند اصولی هستیم، یا آیا فقط ما مجذوب مراکز قدرت هستیم، مجذوب کسانی هستیم که در واقع میتوانیم از قبل اونها بر دیگران توافق پیدا بکنیم و بتونیم قدرتی رو در دست بگیریم و بتونیم به قول معروف بر دزدی‌های خودمون بیفزاییم؟
همین جوجه بسیجی هایی که شما در خیابان های تهران یا خیابان های دیگر شهرهای ایران میبینید، همون جوجه بسیجی هایی که اگر تنها بمونن به مانند نمیدونم شاید یک موشی دنبال صد تا سوراخ بگردن که بخوان خودشون رو قایم بکنن، ولی موقعی که احساس میکنن که چند تاشون با هم هستن و از پشتیبانی نمیدونم این رژیم جنایتکار برخوردار هستن و هر کسی تجاوز میکنن، مال هر کسی رو میخورن و هر کاری از دستشون برمیاد، کوتاهی نمیکنن، برای اینکه احساس میکنن که بله آقا ما من آنم که رستم بود پهلوان. من و شما کی هستیم؟ آیا من و شما اون کسانی هستیم که در مقابل این جوجه بسیجی ها به محض اینکه یکیشون رو میبینیم سرمون میزیم پایین و بعدم تعظیمی هم بهشون میکنیم و سعی میکنیم به یک صورتی از کنار اینا رد بشیم که چشممون تو چشمشون نیفته که مبادا یک موقع خیر ما رو بچسبند و بخواهن نمیدونم بلایی سر ما بیارن، مثل بید خزون لرزان از کنار اینها ما بخواهیم رد بشیم. من و شما کی هستیم؟ من و شمایی که صاحب و پیشینه‌ای داریم در هزارهای تاریخ، من و شما کی هستیم؟ آیا من و شما فقط موجودات ترسویی هستیم که بایستی از به قول معروف ریسمان سیاه و سفید بترسیم یا اینکه از سایه خودمون هراس داشته باشیم؟ شما فکر میکنید آیا میشه با ترس به جایی رسید؟ آیا میشه با ترس به موفقیت رسید؟ آیا میشه با ترس به پیروزی دست پیدا کرد؟ مهم نیست در چه کاری شما میخواین به موفقیت برسین یا به مقصد و مقصودتون برسین، این مقصود یا این مقصد در یک کار تجارتی میخواد باشه، در یک مدرسه باید باشه، در تحصیلاتتون باید باشه، یا نمیدونم برای نجات وطنتون باشه. ترس، من بارها براتون از جنگ‌های روانی صحبت کردم و یکی از سلاح‌های جنگ‌های روانی ایجاد ترس در دشمن هست و این ایجاد ترس موجب خواهد شد تا اون ثبات فکری و ثبات ارادی از بین بره و به جای اون یک تزلزل روحی در انسان به وجود بیاد که این تزلزل روحی موجب خواهد شد که شما نتونید درست تصمیم بگیرید، درست کارتون انجام بدید. توجه داشته باشین، به عنوان مثال شما میرین از یک نردبانی میرین بالا، این نردبان اگر لرزان باشه شما دائم در فکر این هستین ای بابا من نیفتم الان از روی این نردبان نیفتم پایین، ولی اگر این نردبان محکم و ثابت باشه و هرچه تکانش بدین از جای خودش تکان نمیخوره، خیلی با اطمینان خاطر شما میتونید از این نردبان بالا برید. زندگی هم همینه، برای پیشرفت، برای رسیدن به مقصد، رسیدن به مقصود، شما نیاز دارید که از جایگاهی مطمئن حرکت بکنید و این جایگاه مطمئن در واقع نخست از درون انسان و درون روحیه انسان شروع میشه. شما بایستی بتوانید یک ثبات فکری، یک ثبات روحی داشته باشید تا بتونید قدمی رو با اطمینان و اطمینان خاطر و یک اراده راسخ به جلو بگذارید. ما در طول این 36 سال گذشته و حتی شاید پیش از اون، پیش از اینکه این رژیم بتونه به قدرت برسه، تبلیغات و شایعات و پروپاگاندایی که عوامل این رژیم و عوامل انقلاب اسلامی پیش از اون صورت می‌دادن، تمام در پی این بودش که در فکر روح ما این در واقع این ایده رو به وجود بیاره که آقا شما کسی نیستین، شما ضعیفین، شما تنهایین، اکثریت با ما هستن، اکثریت صاحب نمیدونم قدرت هستن، ما اکثریت هستیم و شما اقلیت هستید، در حالی که اینها تمام دروغی بیش نبود.
ملت ایران و به طور کلی در تمام کشورهای جهان، من براتون بارها گفتم، مردم همیشه اکثریت رو تشکیل میدن، اما اون چیزی که اکثریت رو مشخص میکنه ظاهرا سر و صدایی است که به وجود میاد. اون که از خودش بیشتر سر و صدا به وجود بیاره، اون در واقع میخواد ثابت بکنه که صاحب اکثریت چون سر و صداش بیشتره، و بعد باقی مردم به قول معروف اکثریت خاموش یواش یواش خودشونو به کنجی میخزن و خودشون رو تنها میبینن، چون در این وسط تمام اون ترس در وجودشون لونه میکنه، ثبات فکری توسط تزلزل روحی جایگزین میشه، شجاعت از بین میره و به جای اون زبونی جاشو میگیره، ترس جاشو میگیره، ضعف جاشو میگیره، و بعد یواش یواش موجب میشه که تا دشمن تسلیم بشه. این یک معادله کلاسیک و یک معادله است که در واقع شما به هر صورتی که بهش بخواید نگاه بکنید در هر جای جهان این همچنان قابل پیاده شدنه. توجه داشته باشید که یک کشتی رو در نظر بگیرید. این کشتی برای اینکه بتونه از یک مقصدی، از یک نقطه آ یا نقطه A به نقطه B یا نقطه B برسه، از میان یک اقیانوس بخواد عبور بکنه، این کشتی نیاز به دو چیز داره، یکی سکان و یکی لنگر. اگر چنانچه این کشتی صاحب سکان نباشه یا سکاندار این کشتی قابلیت حفظ سکان رو نداشته باشه، چه خواهد شد؟ خیلی ساده است، کشتی نخست در دریای آرام راهش رو خود گم میکنه، معلوم نیستش که کدوم طرف داره میره، چون سکانداری وجود نداره، چون سکانی وجود نداره. کشتی به مانند پوشالی بر روی امواج دریا در حال بالا پایین رفتنه و هر برم که باد بخواد اینو میبره، هر وقتم که موج بخواد اینو میبره، و در نتیجه بدون شک این کشتی به ساحل نخواهد رسید یا به مقصدی که میخواست بره نخواهد رسید. اگر دریا طوفانی بشه دیگه بدتر، این امواج دریا، امواج خروشان دریا باعث خواهد شد تا این کشتی به صخره‌ای بخوره و به قول معروف تکه تکه بشه و مسافرین اون همه از بین برن. که در اونجاست که اگر نمیدونم کشتی لنگری داشته باشه، لنگرگاهی داشته باشه، شاید بتونه خودشو به یک صورتی حفظ بکنه که باز به صخره‌ها نخوره. برای انسان به طور کلی، من در این چند روز گذشته یک ایمیلی دستم رسید که برام خیلی جالب بود، از یکی از هممیهنان بسیار فریخته، دانشمند، که در رادیو تلویزیون هم صحبت میکنن، ایمیل های بسیاری میفرستن و واقعا من بهشون خیلی هم احترام میگذارم. اما این ایمیلی که برای من رسید، من براتون این ایمیل رو میخونم که در این ایمیل نوشته شده که ایران یاران گرامی و هممیهنان بسیار ارجمندم، درود بر شما. در بخش نهم دین باوری در گذرگاه تاریخ که ارمغانی است از سوی فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، در پاسخ آیت الله مرتضی مطهری که گفته بود علم و ایمان دو رکن اساسی از انسانیت انسانند، خواهید خواند ایمان نه تنها رکن اساسی انسانیت انسان نیست، بلکه دشنامی است به انسانیت انسان است. شاد باشید. و امضای ایشون. من موقعی که این، مهم نیست برای من چه کسی چه حرفی رو میزنه، اگر این حرف رو دشمن من هم بزنه که من بتونه من رو به تفکر واداره،
بتونه به نوعی چیزی رو به من یاد بده و یا اینکه موجب بشه تا من چیز جدیدی رو یاد بگیرم، من همیشه توجه میکنم. یکی از صحبتهایی که یکی از دشمنان بزرگ ما ملت ایران همیشه میگفت، خمینی ملعون، میگفت آقا وحدت کلمه، ما در طول 36 سال گذشته وحدت کلمه نداشتیم، هر کسی برای خودش کلامی رو گفته و ما در واقع انواع و اقسام کلمه ها رو داشتیم و هیچ وقت نتونستیم به اون وحدت کلمه برسیم. و بعضی وقتا هم برای اینکه به قول معروف خواهیم نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، ما هم خواستیم همیشه به یک صورتی خودمون رو همرنگ جماعت بکنیم که یه موقع خدایی نکرده نمیدونم یه جایی مشکلی واسه کار ما پیش نیاد، شاید با آقای فلان کسر یا خانم فلان کسر ما کاری داشته باشیم و اگر بخوایم صحبتی رو بکنیم ممکنه موجب ناراحتی اون فلان کسر باشه. در نتیجه ما همیشه در فرهنگ ما بر این اساس بوده که آقا خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. اگر امروز نظام شاهنشاهی ایران برقرار هستش، همه ما سینه چاکان درگاه نظام شاهنشاهی هستیم، و اگر فردا نمیدونم رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی بر سر قدرت هست، ما برای ما اصلا از اولش مسلمان زاده شدیم و اصلا اسلام بدون اسلام امکان نداره، و اگر پس فردا نمیدونم مجاهدین خلق اومدن، اصلا آقا ما اصلا مجاهد بودیم و مجاهد اصلا به دنیا اومدیم. پس در نتیجه گفتم ما دیدمون رو یه مقداری اگر چنانچه بخواهیم دائما به مانند آفتاب پرست از این رنگ به اون رنگ از اون رنگ به اون رنگ بشیم، خب همینیه که هست دیگه، همینیه هستیم که هستیم. اما برگردیم به این مطلب، و خب در حالی که نویسنده این ایمیل بسیار بسیار همونطوری که گفتم دانشمندیست فرهیخته و من بسیار احترام برای ایشون دارم، از اون طرف مرتضی مطهری جنایتکاری که من ذره احترام برای اون شخص قائل نیستم، اما برمیگردیم این به مسئله علم و ایمان دو رکن اساسی از انسانیت هست، انسانیت انسان. که این دوست نازنین، این استاد گرامی گفتن که آقا رکن اساسی ایمان نه تنها رکن اساسی انسانیت انسان نیست، بلکه دشنامی به انسانیت انسان است. پس این ایمان واقعا چیست که یکی میگوید این رکن اساسی است، دشمن من میگوید این رکن اساسی است، و دیگری میگوید نه آقا این اصلا دشنامی به انسانیت. در مورد ایمان فکر کردم، ما یکی ایمان داریم، یکی اعتقاد داریم، یکی هم شاید بشه بهش گفت تدین. انسان متدین، صاحب تدین، به کسی گفته میشه که متعلق، خاطرتون از براتون گفتم که شما میتونید صاحب باور باشید ولی متعلق به باوری نباشید. آدم متدین، دین در واقع فرقی نمیکنه چه دینی باشه، دین اسلام باشه، دین مسیحیت باشه، دین یهودیت باشه، هر دینی میخواد باشه، دین به طور کلی یعنی روشی که اون ادیان یا اون سیستم ها مشخص میکنند، روش زندگی و تعلق به اون دین ها انسان رو میکنه متدین. شما میتونید متعلق به اسلام باشید، باورهای اسلامی باشید، بهتون میگن شما متدین اسلامی هستید. شما میتونین متعلق به باورهای مسیحیت باشین، شما متدین مسیحی هستین، یا یهودی همینطور متدین یهودی هستین. بعد صحبت از اعتقاد میکنین، شما معتقدید به یک چیزی، مثلا معتقدید که مثلا آفتاب گرمه، خب اعتقاد شماست، یک میگه نه آفتاب سرد، اونم اعتقاد مونه، اینا اعتقادات. بعد میرسیم به این که ایمان و آدم مؤمن چه کسی هستش. آیا ایمان واقعا واژه زشتی است؟ آیا ایمان دشنامی است به انسانیت انسان، یا ایمان رکنی است اساسی از انسانیت انسان؟ ایمان یعنی این که شما
باور داشته باشید یا صاحب اصولی باشید. پایبندی به اصول رو میگوین ایمان، و این پایبندی به اصول یکی از اون مسائلی است که بسیاری از ما، من موقعی که میگویم یک نفر مؤمن هست، یک نفر متدین، همه فکر میکنن خب مؤمن متدین یکی، درست مثل اینکه موقعی که بگین یکی آزاد است، یکی آزاد، باز فکر میکنن خب آقا آزاده و آزاد هر دوش یکی. خیر، مؤمن و متدین یکیشون این هستش که متدین متعلق به یک باور دینی، ولی مؤمن به مانند این هستش که شخصی که صاحب یک پایگاه ثابتی است. شما موقعی که مؤمن باشید و ایمان داشته باشید به آب و خاکتون، عشق به آب و خاکتون و پایبندی به اصولی که تاریخ و فرهنگ شما به شما دیکته میکنه، شما آدمی هستید مؤمن، شما آدمی هستید با باور و صاحب اصول. یکی از دلایلی که این انقلاب شوم و سیاه در کشور ما توانست به موفقیت برسه، برای که ما ملت ایران ملتی مؤمن نبودیم، صاحب ایمان نبودیم به میهن پرستی خودمون، ایمانی به دوستی تاریخ و فرهنگمون نداشتیم. یعنی این که پای ما به قول معروف در هوا بود. انسان مؤمن به شخصی گفتیم که شما لازم نیست حتما باید نمیدونم به خدا ایمان داشته باشید، شما حتما لازم نیست شما به نمیدونم چه چیزی، به بت اعظم ایمان داشته باشید. خیلی، به قول معروف شما به یک چوب کبریت ایمان داشته باشید که اون چوب کبریت رو برای خودتون یک پایگاه و جایگاهی درست بکنید که پاتونه بتونید با اطمینان روی اون بگذارید، چون ایمان دارید این متزلزل نیست. اون زمان میگفتن که، به هنوزم میگن آقا به ما یاد ندادن وطن پرستی رو. نه، اون چیزی رو که ما یاد نگرفتیم، برای اینکه اولا وطن پرستی چیزی نیستش که شما یاد بگیریم، شما یا وطن پرست هستیم یا وطن پرست نیستیم. به قول معروف چشمه اونه که خودش بجوشه. شما به قول پدرم مرحوم میگفتش که آقا چشمه رو نمیشه با بیل و کلنگ ساخت، چشمه باید خودش بجوشه. میهن پرستی باید در وجود انسان جوشش داشته باشه، در وجود انسان بایستی به دنیا آمده باشه. شما نمیتونی انتظارش رو این کسی به شما بگی که آقا شما بیا میهن پرست باشه، همونطوری که آقایون یا خانوم ها طرف مقابل خودشون رو، مثلا دوست دخترشون رو، نامزدشون رو، زنشون رو، هر کسی رو که مثلا عشق دارن بهشون، کسی نیومده بگه آقا شما این خانوم رو دوست داشته باش و اینجوری دوست داشته باش، یا خانوم شما این آقا رو اینجوری دوست داشته باش، اینجوری عاشقش بشو. نه، دوست داشتن، وطن پرستی، عشق به مام میهن، عشق به تاریخ، به فرهنگ، به سنن ملی، به موجودیت ملی، به هویت ملی، در انسانها بایستی توسط خود انسانها به وجود بیاد. شما برای اینکه بتونید کاری رو انجام بدین، نخست باید ایمان داشته باشین که قابلیت انجام این کار رو دارید. حالا برمیگردم، آیا داشتن ایمان به خود دشنامی است به انسانیت انسان، یا رکنی است اساسی از انسانیت انسان؟ ظاهرا من دارم از مرتضی نمیدونم مطهری دارم دفاع میکنم. خیر، من از این شخص دفاع نمیکنم، من از کلام دارم دفاع میکنم. اون چیزی که ما نیاز داریم برای به پیروزی رسیدن در هر کارمون، در هر مرحله از زندگیمون، و در نهایت برای نجات وطنمون. ما اگر چنانچه نخست به خودمون ایمان نداشته باشیم که قابلیت انجام کاری رو داریم، مطمئن باشید همیشه شکست خواهیم خورد. ایمان
همون اتکا به نفسه، همون اعتماد داشتن به وجوده، اون چیزی که ما در طول 36 سال گذشته اون رو از دست دادیم. به ما میگوین که به خودتون ایمان نداشته باشید، شما قابلیت انجام این کارها رو ندارید، بهتره که سکوت بکنید و برین یه گوشه بنشینید. اگرم بخواین زیادی پاتون از گلیمتون دراستر بکنید، تو دهنتون میزنیم، اعدامتون میکنیم، شکنجتون میدیم، بهتون تجاوز میکنیم و هزار کار دیگه. در حالی که ما برای رسیدن به هدفمون نخست باید صاحب ایمانی باشیم، ایمان به اینکه ما قابلیت این رو داریم که کاری رو که میخوایم بتونیم انجام بدیم. ما باید ایمان به این داشته باشیم که ما ملت ایران هستیم، به ایرانی بودن خودمون باید ایمان داشته باشیم. من نخست ما ملتی هستیم صاحب پیشینه بسیار بسیار طولانی، پیشینه بسیار پر افتخار و مشعشع و نورانی. بگذریم از این که امروز به قول معروف یه مسئله هست که میگن که از اسب افتادیم ولی از اصل نیفتادیم. بله، ما اگر بر این باور داشته باشیم، بر این ایمان راسخ داشته باشیم که ما ملتی هستیم بزرگ، ملتی هستیم توانا، ملتی هستیم با قابلیت‌های بسیار، بدون شک خواهیم توانست دست در دست هم بگذاریم و خانه خودمون رو آزاد بکنیم. زمانی که ما صاحب ایمان باشیم میتونیم در مقابل اون ایجاد تزلزل روحی و فکری مقاومت بکنیم. گفتم براتون بعضیا بسیاری از واژگان رو بهش معنای دیگری دادند. موقعی که از ایمان صحبت میکنیم، ایمان فکر میکنیم یعنی ایمان داشتن به اسلام. خیر، شما اگر به اسلام باور داشته باشید و معتقد به اسلام باشید و نمیدونم حتی ایمان به اسلام داشته باشید، یعنی شما متعلق به اسلامید. ده اون برای خودش مثال دیگری است. ولی ایمان به تنهایی تنها بر اون شخصیت مطلق خودش، یعنی اینکه انسان بتونه باور داشته باشه به انجام کاری. ایمان داشتن در واقع همون باور داشتنه. باوری است بدون هیچ گونه تزلزل روحی و تزلزل فکری. ما در طول این 36 سال گذشته شوربختانه بسیاری از اوقات این تزلزل فکری در ما به وجود آمده. ای آقا از ما که کاری بر نمیاد، ای آقا نمیدونم باید صبر بکنیم ببینیم که دنیای غرب چی میگه، آمریکا به ما چراغ سبز نشون میده، روس ها میخوان، چینی ها میخوان، انگلیس ها میخوان. آقا کار انگلیس هاست. من نمیدونم. بگذاریم از این که بله اتفاقات بسیاری در کشور ما افتاد، انگلیس ها بسیار کارها در کشور ما انجام دادن، نه تنها انگلیس ها. الان شما بنگلادش هم فکر کنین حاضر یه کاری بکنه که نمیدونم بتونه یه منفعتی از قبل کشور ما ببره. حالا دیگه انگلیس که جای خود داره، آمریکا که جای خود داره. مشکل وجود این در واقع چگونه بگویم، کشورهای به دنبال کسب ثروت و قدرت و اینها نیستن. در مقابل مشکل من و شما ایرانی هستیم، چه امروز چه در دیروزمون، که اگر چنانچه صاحب رهبری بودیم با اراده، با ایمان، با قدرت، با ثبات فکری، اون موقع ما برای خودمون احساس قدرت و نمیدونم رشادت و شجاعت میکردیم. گفتم ثبات فکری. ثبات فکری چیه؟ ثبات فکری در واقع
اون چیزی هستش که به ما میگوید که ما به حرفی یا به کاری باوری داشته باشیم و در برای رسیدن به هدف بدون اینکه بخوایم به قول معروف به بیراهه بزنیم برسیم به هدفمون. و به هر صورت ثبات فکری رو ما، شما در طول این 36 سال گذشته آیا شاهد ثبات فکری بودید؟ آیا شما شاهد این بودید که کسی بیاید و بگوید که آقا ما بایستی، هدف ما چیست؟ آیا شاهد این بودید که اون شخص بگوید که ما میخواهیم این کار رو انجام بدیم و اون کار رو انجام بدیم؟ نگاه کنید، من براتون از جنرال عبدالفتاح السیسی گفتم. عبدالفتاح السیسی میگوید که ملت مصر از این اعمال تروریستی نه هراس دارد و نه به لرزه میافتد. حالا براتون بگم، هیچ انسانی نیست که هر روز با ترس دست و پنجه نرم نکنه. فکر نکنید که مردمان شجاع هیچگاه ترس در وجود اونها نفوذ نکرده. چرا؟ همیشه ترس هستش. ولی مسئله قابلیت کنترل اون احساس ترس هست و پیدا کردن راه چاره برای از بین بردن اون احساس ترس. شما به عنوان مثال گفتم، یه جوجه بسیجی از کنارتون رد میشه، شما احساس میکنید ای آقا این یارو اسلحه داره، این یارو میتونه الان بزنه تو سر من، این یارو الان میتونه نمیدونم جیب منو بزنه، میتونه کتکم بزنه، میتونه چیز کنه. در نتیجه این احساس ترس در وجود شما هست. چگونه میشه با این احساس ترس مقابله کرد؟ این جوجه بسیجی اسلحه داره، چه خوب، اسلحه‌ش رو میگیره، میخواد دستشو بلند کنه، دستشو قلم میکنه، میخواد جیب منو بزنه، تیکه تیکش میکنه. یواش یواش شما در وجود خودتون این احساس رو به وجود میارین و ایمان رو پیدا میکنین که شما قابلیت انجام کارهایی رو دارید و در نتیجه یک دفعه هم که این کار رو انجام بدید، اون ترس یواش یواش دیگه جای خودش رو گم میکنه، نمیتونه بیاد در وجود شما. در عوض موقعی که خبر منتشر میشه که این جوجه بسیجی ها در گوشه و کنار دائم دارن زخم میخورن، دائم دارن کتک میخورن، دائم داره نمیدونم جونشون از تنشون در میره، دائم دارن سلاحاشون از دست میدن، دائم نمیدونم هزار بلا داره سرشون میاد، این ترس حرکت میکنه، به قول معروف مهاجرت میکنه و میره در وجود این جوجه بسیجی ها لانه میکنه، چون ملت یواش یواش این ترس از وجود خودشون بیرون کردن. و برای رسیدن به موفقیت در وهله اول بایستی این ترس رو که در وجود ما لانه کرده، این رو باید بیرونش آورد، این رو باید منتقلش کرد به اون کسانی که بایستی منتقل بشه بهشون. پس نگاه کنید، ما حتی می توانیم از دشمنانمون چیز یاد بگیریم و بایستی. مهم نیستش که ما از چه کسانی یاد میگیریم، اگر چنانچه بخواهیم موفق بشیم به همه جا باید نگاه بکنیم، همه جا رو باید ببینیم، از همه کس باید بیاموزیم. نه از خمینی نگو، نه خمینی، آقا این خمینی ملعونه، نمیدونم چیز گفته وحدت کلمه، نه آقا پس ما وحدت کلمه نمیخوایم چون خمینی گفته. نه، مهم این هستش ما ببینیم این با این وحدت کلمش چگونه تونست در این جریانات واقعا شوم خودش موفق بشه. ما هم میتونیم از اون استفاده بکنیم برای به موفق رسیدن خودمون. یا آقا از این مرتضی مطهری نگو، اما مردی که کثافت، نمیدونم دزد خبیثه، نمیدونم مقتول. نه، چرا؟ موقعی که اون صحبتی کرده، شما اگه میتونید ازش استفاده بکنید، استفاده بکنید. ما بایستی اون چیزهایی رو که میگم موجب شده تا دشمنان با موفقیت برسن و موجب شده که دوستان ما شکست بخورن، باید توجه بکنیم و استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم به موفقیت برسیم. من
بسیار صحبت کردم، به آخر برنامه رسیدم و جناب توکلی نازنین، شما رو باز دوباره سپاس میگم برای این فرصتی که در اختیار من میگذارید و با آرزوی پیروزی و پایداری برای شما و برای تمام ملت ایران، با امید روزی که ما نجات وطنمون و رهایی وطنمون رو در داخل خاک وطنمون همه جشن بگیریم و همه به پایکوبی به پا خیزیم و کشوری بسازیم درخور و شایسته ملت بزرگی چون ملت